درود خدمت شما دوستان عزیز، مرتضی هستم با قسمت دوم از معرفی تستون شرکت آیرون مکس در خدمتتون هستم. خب این مکمل رو من استفاده کردم و قراره که نتیجهشو باهاتون به اشتراک بذارم. اگر بخوام باهاتون صادق باشم که همیشه باهاتون صادق بودم، باید خدمتتون عرض بکنم که توی طول دوره مصرفی این مکمل من واقعا هیچ چیزی ندیدم و هیچ تأثیر مثبتی روی من نداشتش، حتی به مقدار خیلی کمی باعث بالا رفتن میل جنسی منم نشدش و در کل تأثیرش صفر بودش. البته خب من حدس میزنم که این مکمل به این صورت باشه، ولی خب دوست داشتم یه بار تستش بکنم ببینم که واقعا تأثیر دارن اینا یا نه، که دیدم نه ندارن. و اینکه کلن مکمل هایی که ادعای افزایش تستوسترون میکنن شاید یک مقداری بهتون کمک بکنه برای بالا بردن میل جنسیتون، شاید، ولی به هیچ عنوان کمک به افزایش عضله نمی کنن. یعنی همونطوری که حالا به فرض آمپول های تستوسترون وجود داره، به هیچ عنوان اینا کارایی اونو ندارن، به هیچ عنوان، یعنی کاراییشون صفره. یه جورایی باید بهتون بگم که این مکمل ها پول دوریختن و پول سوزوندنه. پس بهتون توصیه می کنم که به هیچ عنوان دنبال مکمل های افزایش تستوسترون نرید. در مورد طعمش باید بهتون بگم که این طعم پرتقال بود و اینکه حالا بماند که بوش اصلا جالب نیستش، طعمش هم به همون نسبت اصلا جالب نیست، خیلی طعم مسخره‌ای داره و اینکه به شدت دل آدمو میزنه، خیلی شیرینه و یه طعم گیاهی هم داخلش هستش همراه با پرتقال. و اینکه واقعا بخواید یه چند بار استفادهش بکنین دلتون رو به شدت میزنه و اصلا دوست ندارین که استفادهش بکنین، اینقدر که طعمش خسته کننده هستش. این چیزی بودش که من از این مکمل فهمیدم و اینکه بهتون توصیه میکنم به هیچ عنوان دنبال مکمل های افزایش تستوسترون نرین، چون همشون پول رو ریختنه. و اینکه یکی از اون مکمل هایی که واقعا فقط جنبه تبلیغاتی داره مکمل های افزایش تستوسترون هستش. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه و سراغ اینجور مکمل ها نریم، پولتون رو بذاریم برای به فرض یک مکملی که میتونم بهتون پیشنهاد بدم، کراتین هستش، که کراتین شاه مکمل ها هستش. برای اون مکمل هزینه بکنیم، برای اینجور مکمل ها هزینه نکنیم. امیدوارم که این تجربه رو که به اشتراک گذاشتم براتون مفید بوده باشه. اگر مفید بوده ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنیم و برای دوستاتون هم ارسال بکنیم که اونا هم این اشتباه رو نکنم و سراغ اینجور مکمل ها نرن. تا یک ویدیو دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.